امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه امروز برای دیداری یک روزه از قطر وارد دوحه پایتخت این امیرنشین در خلیج فارس شد که با تحریم 4 کشور عرب روبروست. آقای ماکرون بلافاصله به پایگاه هوایی العدید رفت که محل استقرار یک نیروی 10,000 نفری آمریکایی است و فرانسه نیز در آنجا نیرویی دارد که برای مقابله با بقایای داعش در عراق و سوریه و افغانستان نقش عمده‌ای دارند. آقای ماکرون در سخنرانی خود برای سربازان فرانسوی از کارنامه عملیاتی آنها در ائتلاف بین‌المللی به خصوص در مورد کمک به استقرار صلح و ثبات در سوریه قدردانی کرد. ما خواستار برقراری صلح و اطمینان از استقرار ثبات در سوریه هستیم. این به معنای جلوگیری از تجزیه سوریه و جلوگیری از سلطه بعضی عوامل مشخصی است که منافعشان با برقراری صلح مغایرت دارد. حضور ما در اینجا در چند ماه آینده قطعی است. قطر امروز اعلام کرد که برای خرید 12 جت جنگنده رافائل به ارزش 1 میلیارد و 300 میلیون دلار از فرانسه به توافق رسیده است.